ادامه گلبانک هست و حالا ما میخواییم در رابطه با وضعیت دانشگاه خصوصی و دولتی در کل در رابطه به موضوع صحبت بکنیم و جناب پوهان محمد نظیر نجابی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی هم در کنار ما است در گلبانک. اما پیش از اینکه صحبت ها را آغاز بکنیم یک بسته تصویری داریم در رابطه به این موضوع تماشا میکنیم، در ادامه برمیگردیم. خب حرف ها و سخن های ما هست. وضعیت دانشگاه های دولتی و خصوصی در افغانستان. با شروع حکومت موقت در سال 1381 دانشگاه های افغانستان بار دیگر دروازه هایش را بر روی همه باز کرد و دانش آموزان با اشتیاق به طرف تحصیلات عالی رجوع کردند و هر سال به این تعداد افزوده می شود. هرچند تلاش برای جذب حداکثر داوطلبان صورت می گرفت، اما بسنده نبود تا اینکه اولین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سال 1385 در کابل تأسیس شد. از سال 1385 تا به حال بیش از 93 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان تأسیس شده و فعالیت علمی دارند. اما وضعیت دانشگاه‌های خصوصی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. گفته می‌شود هزینه‌های متفاوت دانشگاه‌ها، کیفیت پایین درسی و معتبر نبودن سند تحصیلی محصلان را نیز نگران ساخته است. ما در هر سمستر 24000 فی سوال میکنم، فقط به خاطر درس های 24000 فی سوال میکنم، به خاطر کتابخانه و به خاطر اینترنت پیسه جداگانه ما تامین میکنیم و با نظر داشت این همه که ما درس میخونیم و وقت ما ضایع میشه، پول ما مصرف میشه، نگران این هستم که آیا سند پنتون ما معتبر است یا نیست. در کنکور سال 1394 بیش از 400000 داوطلب شرکت کردند که از این تعداد 55000 نفر در دانشگاه های دولتی و 60000 در دانشگاه های نیمه دولتی راه پیدا می کنند و یک رقم بزرگ دیگر آن سالانه به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب می شوند. خب بسی تصویر با هم تماشا کردیم در رابطه با علاقه‌مندی جوان ها به دانشگاه خصوصی و دولتی بود و آماری که بالاخره در این گزارش جا داده شده بود. حالا صحبت رو شروع میکنیم با پوهان صاحب. صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. تشکر. به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما همکارایتان و بیننده عزیز برنامه گلبانک از تلویزیون یک. سلامت. خب میخوایم که در آغاز از وضعیت آخرین وضعیت آخرین خبرهای از دانشگاه خصوصی و دولتی برام بگین که چه خبرها هست. قبل از این ما میخوایم که روی تاریخچه کیفیت نهادهای تحصیلی افغانستان و خصوص پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها به شکل یک جمله‌ای بپردازم. از بعد تاسیس دانشگاه کابل تا سال 1357 پوهنتون‌ها یک سیر صعودی کیفی داشتند. اما متاسفانه بعد از 57 تا سال 71 یک سیر نزولی کیفی را پوهنتون‌ها می‌پیمود. بعد از او از سال 71 الی 81 و آغاز حکومت موقت سیل قهقرایی داشت پوهنتون ها و دانشگاه های ما از نظر کیفیت. بعد از او یک سیر صعودی کمی داشت، متاسفانه متناسب با کیفیت نبود. و اگر وضعیت کلی کیفیت تحصیلات عالی افغانستان در یک جمله به شما بگویم قابل تشویش است و ما یک نهاد تحصیلی که از نقطه نظر کیفیت بتوانه به سطح منطقه و جهان باشه متاسفانه نداره. جناب نجابی، شما رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی هم هستید. من خیلی خوشحال هستم که بالاخره اعتراف کردین، گفتین که وضعیت آنچنانی که باید باشن نیست. خب چقدر در طول این مدتی که شما این مسئولیت را به دوش دارین به خاطر کیفیت کار کردین و تلاش کردین که بالاخره کیفیت درست شه؟ خب این اعتراف نیست، یک واقعیت است که همگی ملت افغانستان از این آگاهی دارن. اما ما کسان را داشتیم از وزارت که همیشه کناره رفتن و گفتن نه کیفیت بالا هست و و و همیشه دفاع کردن از کار کردن. یک چیز شما بپذیرین، اگر ما نقاط ضعف به شکل حقیقی و واقعی تشخیص نکنیم متاسفانه نمیتونیم که به جایگاه شامخ برسیم و باید اول ما نقاط ضعف تشخیص کنیم، برای ملت خود آگاهی برسانیم و روی از او کار کنیم تا راه حل پیدا بکنیم. حالا نکات ضعف در چی است که کیفیت بالاخره در دانشگاه خوب پایانش قرار دارن؟ ما تقریبا در حدود 11 مؤلفه را شناسایی کردیم. کمبود بودجه است، مداخله های بسیار شدید و شرم‌آور نهادها و ارگان ها و زورمندا هست،
عدم تصویب قانون جدید و تطبیق نشدن قانون سابق تحصیلات عالی است، عدم استقلال مالی اکادمیک ساختاری در نهادهای تحصیلی است، حیات رهبری بسیار ضعیف تحمیلی برای پانتون ها و دانشگاه ها هست، برنامه های تحمیلی برای تحصیلات عالی از مقامات زیرسلا است، مثلا یک برنامه بی‌مفهوم آمادگی در پانتون ها در وزارت تحصیلات عالی شروع شده که غیر مستقیم داخل پروسه کنکور میشن. دیگر کمک های تمویل کننده ها است که در ساعات غیر مؤثر به مصرف میرسه. وزرای غیر مسلکی که ما داشتیم یکی از مشکلات بود. قوانین دستپاگیر است که از قانون اساسی گرفته تا سایر قوانین بر تحصیلات عالی درست تعریف نشده در اوجه. ارتباطات بسیار کم ما با جهان و فرامین دستپاگیر است. مؤسسات تحصیلی خصوصی غیر معیاری است و همچنان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی تحمیلی و فرمانی است متاسفانه. اینا دست بعد از هم داده که بالاخره کیفیت به حد حدنای خود باشه. خب شما به عنوان رئیس تضمین و کیفیت اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی به خاطر از بین رفتن این موانع چقدر صدایتون رو بلند کردین و چقدر تلاش کردین در این راستا که بالاخره این کیفیت بهتر شه و خوبتر شه؟ خب تحصیلات عالی متوجه از این موضوع شد که یک تناسب بسیار نابرابر فی ما بین کمیت و کیفیت است. فراموش نباید کنیم بشر زمان داخل صده 21 شد که انقلاب الکترونیک یا کامپیوتر داشت تمام عرصه ها را دگرگون می ساخت که تحصیلات عالی هم از این مبرا نبود و بسیار چالش های بزرگ را فرارای تحصیلات عالی گذاشت. اولی که جزایر سنتی یا سنتی تحصیلات عالی دیگر ذوب شد. ما شاهد دانشگاه های مجازی و دانشگاه های هستیم که واقعا به طرف خصوصی رفتن رفت. خب جناب نجیبی کوتاه شما در رابطه به این پرسش ما که شما شخصا خودتان به عنوان رئیس تضمین و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی خب چه کردین به خاطر اینکه بالاخره کیفیت بلند بله. ما ادامه صحبت ما می بود که بالاخره به این رسیدیم که از تجارب کشورهای پیشرفته و همسایه‌ها ببینیم که واقعا چطور میتونیم کیفیت بلند ببریم. و می خاطر بود که 3 سال قبل وزارت تحصیلات عالی یک ریاست را به نام تضمین کیفیت و اعتباردهی ساخت که با تطبیق برنامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی ما منجر به یک نهاد تحصیلی با کیفیت میشیم. به این خاطر کار آغاز شده، 3 سال وقت کم است. این برنامه ها حدود 1 قرن است که در امریکا تطبیق میشه، حدود 60 سال است که در پانتون های کشورهای اروپایی تطبیق میشه و حدود 15-20 سال است در کشورهای همسایه. و ما امروز متیقن شدیم که تطبیق برنامه ها با کیفیت و بلند رفتن کیفیت و بهبود کیفیت منجر شده. خب دستاورد 3 سال کار شما جناب نجیبی چی بوده؟ ما شما امروز که برین تمام ارزیابی ها، ارزشیابی ها و تمام برنامه هایی که در رابطه با بازنگری لکچر نوت ها بوده، در رابطه با این بوده که ما چطور تدریس از متدولوژی جدید استفاده کنیم، 12 معیار وضع کردیم که یه 12 معیار در پای خود 60 معیار دیگه داره که همه بر بهبود کیفیت است و این سقف ما تعیین کردیم بر پانتونا. این پانتونایی که به این سقف میرسن بالاخره بر از اینا اکریدیتیشن یا اعتباردهی داده میشه. اونایی که نمیرسن و در مدت 5 سال اعتباردهی رو در بر میگیره که اگر شما وقت کافی داشته باشین من روی خود تضمین کیفیت و اعتباردهی و تعریف های از او اهداف از او هم صحبت های دارم، وگر نه ما خلاصه خود کردیم که مدت اعتباردهی 5 سال است و در این 5 سال هر نهاد تحصیلی چه خصوصی باشه چه دولتی باشه خود در این سقف باید برابر سازد. در غیر از او ای باید منحل شد و از بین بره. بسیار عالی است. خب حالا میایم سر دانشگاه خصوصی که خب از لحاظ پرداخت فیس هیچ دانشگاهی با هم خب چی نداره، مطابقت نداره، همه به دل خود تعیین میکنن. این موضوع روی هم رفته در کنار. خب بس سند تحصیلی است، بعض دانشگاه سند تحصیلی در مقابل پول میده. به خاطر این هم کارهای شما انجام دادین؟ واقعا ما در هر دو بخش دولتی و خصوصی 2 نوع پانتون ها و دانشگاه ها داریم. در خصوصی هم یک تعداد انگشت شمار دانشگاه های خوب داریم با کیفیت، اما اکثرا نیستند. و در پانتون های دولتی اونایی که روی نیاسنجی ها و معیار ها با وجود آمده مثل دانشگاه های کابل و بعض دانشگاه های زون ها خوب است، اونایی که فرمانی و تعمیلی آمده و از اینا خوب نیست از نظر کیفیت. در رابطه با فیس وزارت تحصیلات عالی
در مطابقت با ماده 10 مقرره تحصیلات عالی مؤسسات خصوصی یک لایحه را مکلف بود وضع کنه که کار از او به اتمام رسیده و هیئت سرش کار میکرد که خوشبختانه ما هم شامل از او بودم، نهایی شده. فقط حال منتظر عزیز که مقامات زیرساله وزارت تحصیلات عالی او را منظور کنند و تایید کنند و منصه اجرا قرار بگیرد تا یک فیس مناسب بر سه کاتگوری، بر علوم طبی، بر علوم تکنیکی و بر علوم بشری تصویب شده که با در نظر داشت از او تمام مصارف بیرون ساخته یک مفاد مجوزه برشان داده و فیس تعیین کنند تا که بتوانند که ما با یک فیس معیاری، یعنی برنامه عملی میشه واقعا. دقیقاً. حالا میایم در رابطه با اسنادایی که بالاخره از بعض دانشگاه خصوصی داده میشه بدون اینکه شاگرد حضور داشته باشه، یک پول پرداخته میشه و بالاخره سند تحصیلی میگیرن، گویا که لیسانس را در اونجا به اتمام رسانده و این نگران کننده است به همه. و حتی خب نمرات تغییر میخوره در خود وزارت، از خود وزارت تمام جدول ها تبدیل میشه، او هم در مقابل پول. شما این گپ تایید میکنید؟ خب ما یک چیز میخوایم بر شما بگویم. زمانی که دانشگاه ها و تحصیلات عالی یا آموزش عالی خصوصی شد، مشکل فساد در او وجود داره و در کشورهای بسیار پیشرفته هم ما شاید بعضی گپ ها هسته میره رد نمیکنم، اما یکی از مؤلفه هایی که من گفتم پایین بودن کیفیت به ارتباط داره، مؤسسات تحصیلات عالی غیر معیاری ایجاد شدن و با مقرره بسیار سختگیرانه نبود که ما طرفدار از این نبودیم. به هر صورت حال ما با یک باران مواجه هستیم. این مؤسسات فرمایشی هست؟ این مؤسسات را که شما یاد میکنین که غیر معیاری ایجاد شدن، چون در شروع مقرره‌ای که ساخته شده بود واقعا مقرره بسیار سختگیرانه نبود. این ما اعتراف میکنیم، با وجود که یک سال قبل روی از این بحث شد، تغییرات آمد و همیال هم دولت تعلیق ایجادش آمده، بازم مقرره زیر باز نگری است که باید سختگیرانه شود و معیارهایش بلند برده شود. در رابطه با این که در وزارت تحصیلات عالی مسائل دست زده میشه، من طرفدار از این نیستم، به خاطر از اینکه هنچی هست در پوهنتون های خصوصی و دانشگاه های خصوصی است، در نهایت امر نتایج میاد به وزارت تحصیلات عالی. خب نتایج سالانه میاد، قبول دارید؟ بله، سمستروار میاد. فرض بکنید یک نفر خب امسال اقدام میکنه که یک سند تحصیلی بگیره و از 3 سال پیش یا 4 سال پیش بالاخره نتایج سمستروار به وزارت آمده دیگه، خب این چطور پس تغییر میخوره؟ خب پیش مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی نیست که سپرده شده برای خب برای وزارت. در وزارت تو تغییر در وزارت تغییر نمیخوره، من این حرف نمیپذیرم، منتها اگر در خود نهاد تحصیلی تغییر بخوره، یک مقدار من این اعتراف میکنم که نظارت در تحصیلات خصوصی کمتر است و ما شاهد بعض تغییرات در همین هفته گذشته بودیم که مثلا رئیس قبلی تغییر کرد و یک رئیس جدید آمد و خود نهاد امیر ریاست مؤسسات خصوصی شدیداً زیر فوکس وزارت قرار داره، امیال تحت بازرسی قرار داره و اوج نظارت، خود نظارت بسیار شدید شده از سه ارگان وزارت تحصیلات عالی روی نهادهای تحصیلی خصوصی که یکی ریاست ما است، ریاست انسجام است و ریاست مؤسسات خصوصی است. این سه گانه نظارت شده و نظارت ها شدید شده میره. او نهادهای تحصیلی که آغشته به فساد فرزن است یا ایست که کیفیتش پایین است، بالاخره شاهد از این خواد بودن که یا یکی به دیگه مدغم خواد شدن یا بالاخره اینا باید از مسئول شوند. سپاس جناب نجوبی، از شما عرضوی موفقیت دارم. تشکر از شما. سلامت شما.